و اینجا محل انفجار است، محلی است که دقیقاً محل انفجار است، محل ماین است. دقیقاً ساعت 7:50 دقیقه صبح امروز کابل دوباره گواه یک رویداد انفجار بود. تیم تکنیکی امنیتی همه جا را بررسی کردن، تیم بررسی تمام شده. تو کم 8 بجا بود دیگه، یک غرنباز شدم دود کرد به خیمه محل کجا دود گرفت. کسی بر نان گرفتن نامده بود؟ نه ان شاء الله مو ودا هیچ کسی نامده، هیچ کسی نامده. مقصر کیست؟ مقصر دولت از کلی که میفهم مقصر کیست. دیر روز هم چهار انفجار، تم روز هم انفجار شد. نه هر روز با انفجار آغاز میکنیم، هر روز. هموطنان عزیز سلام، امروز دوشنبه 8 جدی سال جاری است. متاسفانه کابل باز شاهد یک رویداد انفجار بود. ما در ساحه قرار داریم. ساعت 7:50 دقیقه سایه کلوله پشته یک موتر رنجر اردوی ملی مورد حمله قرار گرفته. بریم در وضعیت ببینیم که چی قرار است. دقیقاً ساعت 7:50 دقیقه صبح امروز کابل دوباره گواه یک رویداد انفجار بود. اینجا موتر رنجر اردوی ملی که احتمالاً ماین کنار جاده یا ماین مغناطیسی انفجار کرده و از هم پاشیده مونده، تکه تکه شده. و اینجا محل انفجار است، محلی است که دقیقاً محل انفجار است، محل ماین است که ماین کنار جاده بوده. به احتمال زیاد که ماین کنار جاده بوده. تیم تکنیکی امنیتی همه جا را بررسی کردن، تیم بررسی تمام شده و فعلا بر ما اجازه ورود به محل داده شد. متاسفانه هر روز صبح کابل با انفجار، انتحار، ماین‌های چسبکی و ترورهای هدفمند شروع می‌شود. با شبش همچنان با انفجار پایان می‌یابد. اینجا در چند متری محل انفجار یک نانبایی قرار دارد که تمام شیشه های نانبایی ریخت از هم و متاسفانه که این نانبایی خسارات زیادی را متقبل شده و شاید در 5 متری انفجار قرار داشت. در 5 متری محل رویداد قرار داره که متاسفانه هم اشیاش به هم ریخته. اجازه است من داخلمتون رو بالا شام. اینجا با شاهد عینی رویداد که مسئولای امین نانبایی هستن که در 5 متری محل رویداد قرار داشت با اینا مصاحبه میکنه. بشی اینجا بشی آرامتر. سلام. علیکم سلام. شما سید جلال. سید جلال جان بگو که چی شد، ساعت چند بجه بود، چه رقم شد؟ تو کم 8 بجه بود دیگه، یک غرنباز شدم دود کرد به خیمه محل کجا دود گرفت دیگه نفهمونی که چی شد دیگه. دیدیم که یک رنجر همین زدگی است. کسی بر نان گرفتن نامده بود؟ نه ان شاء الله مو ودا هیچ کسی نامده، هیچ کسی نامده. اینجا شیشه، همه شیشه اینا بای شما ریخته و طبعا گفتی که دود شد و در 5 متری محل رویداد یا مو ودا سخن داره. کسی از شما و شاگردای شما زخمی شده؟ بله، یکم که شیشه آسیب دیده، شیشه خورده، پایش یکم آسیب دیده. فعلا کجا هست؟ فعلا شفا خونه برده شد. تشکر. فعلا مسئولین شهرداری با هماهنگی نیروهای امنیتی ساحه را پاک کاری میکنند
و متاسفانه که مسئولین امنیتی خبرنگارا اجازه نمیتن بیشتر خوش خبری بتن و از ساحه فیلم و خبر جور بکنن. در این زمان موتر کرن مسئولین امنیتی رسیده میخواهد که رنجر تخریب شده ای که مورد هدف قرار گرفته بود از ساحه انتقال بدن. به طور کلی رنجر تخریب شده دیگر قابل بازسازی نیست و در این زمان تا هنوز تثبیت نشده که ماین کنار جاده بوده اینجا یا ماین مغناطیسی یا چسبکی. ناهماهنگی بین مسئولین امنیتی ارگانهای مختلف امنیتی است، مثلا امنیت، پلیس، قوای ارتش یا وزارت دفاع، اینجا ماهنگی صورت نگرفته. وقتی در ساحه میرسن دو دستگی اخبار روایت و در این زمان برخورد نامناسب با خبرنگارا و با پوشش خبری صورت گرفت. این روزهایی است که صبح کابل با انفجار و انتحار آغاز می شود. هر روز منتظر یک انفجار است صبح از خانه آزاییم. خانه میریم میانه، هیچ معلوم نیست. این می حالت هست دیگه، کلگی می بیم. مقصر کیست؟ مقصر دولت هست، کلگی می فهم مقصر کیست؟ دکل این معلوم است مقصر کسی. چه باید کرد؟ چیز از دست ما و شما نمیه. نام محترم تا محمد نزیر. تشکر زنید. شاید دولت باشد. شاید دولت باشد؟ دیر روز هم چهار انفجار، تم روز هم انفجار شد. یعنی هر روز با انفجار آغاز میکنم، هر روز. با معذرت، دقیقا همی ساعت انفجار چند ساعت؟ ساعت شد دقیق نیدم، مقصد میمیش مانده بود. نامتان؟ ایمان. هموطنان عزیز، متاسفانه امروز صبح کابل باز با یک انفجار شروع شد. ساعت 7:50 بود که این ساحه سایه کلوله پشته یک رنجر اردوی ملی مورد حمله قرار گرفت. احتمالاً ماین چسبکی بود یا ماین کنار جاده که تلفات در پی نداشت. زخمیایی بود که زخمیای سطحی که از شیشه و از گرد و غبار بوده. و در این زمان همزمان با جلسات 6:30 صبح در کابل انفجار، انتحار، ترورهای هدفمند و ماین‌های چسبکی افزایش یافته است. این بود گزارش امروز ما. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.